قرار فقط سوال نیست، میخواد مطرح بشه مسئله که برای من جالبه. وقتی که بایدن رئیس جمهور شد، ما دیدیم که یکی از آخر رئیس جمهورا یا هد آف استیت که تبریک به بایدن گفت نتانیاهو بود. یعنی مسئله بین اینها بود، یعنی نوع نگرش متفاوت یا چرخیدن یک پاشنه سیاست. ولی وقتی که بلافاصله بنت میاد، بایدن بلافاصله از اولین هاست که این تبریک رو میگه و میگه این مطلب رو میگه که اسرائیل هیچ دوستی بهتر از امریکا نداره و آرزوی همکاری نزدیک و پشتیبانی کامل از بنت میکنه. برای من خیلی جالب، خواستم فقط اشاره بشه و بریم جلو. نه خیلی جالب، نه این مسئله خیلی مسئله خیلی جالبه، برای اینکه یعنی وقتی که خب بله شادباش گفتن مسئله معمولی هستش که به یکدیگر شادباش کنن وقتی نخست وزیر رو روی کار میان، ولی چشمانداز آینده سیاست خارجه اسرائیل آنچه که تا به الان برحال نتانیاهو و یوسی کوهن به عنوان رئیس موساد بودن که تو به پیش بردن، به نظر من ادامه خواهد داشت، برای اینکه خود بنت مسئله که داره از نظر ایدئولوژیک با دو کشور میگن تو استیت سولوشن مسئله داره، از نظر اینه که اعمال حاکمیت بر روی کناره باختری که در دوران ترامپ میخواستن پیاده بکنن مسئله داره که ایشون یعنی طرفدار این مسئله بودن و این یک تضادی ایجاد میکنه در حال حاضر با آنچه که سیاست های بایدن هست و لیبرال دموکرات های افراطی، و یعنی که به هر حال اسرائیل با سیاستی که و سیاست گذاری های امروزه بنت و به خاطر تشکیل دولت ائتلافی که در آن اسلام گرایان هستند و همینطور چپ گرایان افراطی هستند، باید مماشات داشته باشه با برجام دو. و این از نظر ما ایرانیان که خواهان آزادی میهن خودمون هستیم نمیتونه قابل قبول باشه که تا دیروز به هر حال فردی بوده که در مقابل اوباما 8 سال ایستاد و استوار ایستاد و بر ضد به هر حال آنچه که گفته میشد برجام و اعمال برجام عمل میکرد. سپاسگزارم، پوزش میخوام از اینکه حرفتون رو قطع کردم چون 6 دقیقه بیشتر وقت